آرامش بخش دلهای بندگان است و آیات متبرکه وی که توسط جوان گرامی آقای نجیم احمد قرائت می شود. اجماعا صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم وإن لكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون ساجدين قالوا آمنا برب العالمين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم محمد بسیار قرائت زیبا و دلنشین و در این زمان بسیار قدرتمند خداوند عمر و عزت ای جوان ما را افزایش بفرماید. اجماعا صلوات. دوستان بسیار عزیز، بینندگان گرامی، در این بخش دعوت میکنم از خواهر بتول مصدق از بخش بانوان جامعه اسلامی و تا تشریف آوری ایشان اجماعا صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم الهی اخرجنی من الذل نفسی و طهرنی من شکی و شرکی
قبل حلول رمسي، بك استنصر فانصرني وعليك اتوكل فلا تكلني. خداوندا مرا از خاری هوس خارج کن و مرا پیش از مرگ از شک و شرک پاک گردان. خدایا من از تو یاری میخواهم، یاریم کن، بر تو توکل میکنم، رهایم نکن. از تو میخواهم، نومیدم مساز، مشتاق احسان تو ام، محرومم مفرما. منسوب به پیشگاه تو ام، دورم من و ما، و در درگاهت ایستاده ام، ترکم مکن. نیایش امام در روز عرفه. با درود به روان پاک شهدا و عرض تسلیت خدمت آقا زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سروران گرامی، برادران ارجمند، خواهران عزیز و پسران و دختران گلم، سلام علیکم. عزیزانم، خوشحالم و افتخار میکنم که در جمع شما هستم، شمایی که به عشق سالار شهدا حسین ابن علی علیه السلام اینجا جمع شده اید. خوش آمدید عزیزانم. امیدوارم دست خالی از این مجلس معنوی خارج نشوید و چشمهای شما به نور ایمان روشن و قلبهای شما به ما با محبت اهل بیت گرم شود و خداوند شما را در پناه عصمت خود نگاه دارد و هدایت فرماید. برنوشته بر رواق آسمان، زیر نور چلچراغ کهکشان، عشق اقیانوس شور و التهاب، پرسشی دیرینه اما بی جواب. عشق پروازی است از بام هوا، با پر دل تا ملاقات خدا. دامن عشق است دشت نینوا، گلشن گلهای سرخ کربلا. عاشق حق با گلوی خون فشان، داشت نجوای خوشی با نور جان. در میان زمزم خون گلوی، در ترنم بود با آهنگ هوی. گر شدم یک لحظه غافل از تو من، نقد جانم در کف است این جان و تن. دستگیری کن مرا برکش ز خاک، ساغری ده از می آن تاک پاک. ساغر جان پر کن از مینای عشق، جامعی بخشا تو از دیبای عشق. جلوه کن نقش جمالم آرزوست، عاشقان تشنه را میل سبوس. باده از جام تو گرمی میدهد، خواب زانوی تو نرمی میدهد. آتشی زن خرمن این هستیم، تشنه ام من، تشنه سرمستیم. گوشه چشمی نشانده اوج را، از تعین وارهان این موج را. جرعی از ساغرت ما را بس است، من تو ام تو، من در اینجا یک کس است. عاشورا، براستی این رنگین کمان فریبنده چیست؟ این زلال الماس گونه، این نور درخشان با کدامین واژه معنا می شود؟ چیست این چیستان که حلاج را بردار، مجنون را خونین جگر، فرهاد را کوهکن و زلیخا را به وادی ننگ و رسوایی رهنمون می شود؟ راستی این فریبنده عیار را چه نام است؟ و به راستی این هیمه سوزنده را که به قول مولانا دریاها را همانند دیگ جوشان می کند چه باید نامید؟ و این شور از کجا آمده؟ از گلزار گلازین آسمان؟
از سبز زمرجدین و سرخ لعلفام زمین یا از بهشت از کدامین کرانه ناپیدا؟ این شکرین دهان سرخ لعلی که ابراهیم رفت تا پاره تن خود را از دم تیغش بگذراند خمار کدامین کوی است؟ راستی را عاشق دلسوخته عشق این نادر گفتاری که یزیدیان تیغ بر گلویش میکشند و مختاریان به خونخواهیش برمیقیزند چه نام دارد؟ کسی که عشق با نامش معنا گرفت، عاشقی ترجمان شهامتش شد و قدر شهادتش از سر جهانی درگذشت. غیر از حسین چه کسی میتواند باشد؟ آیا دیده اید انسانی را که بدین سان از جان و مال و هستی خود بگذرد؟ آیا عاشقی را شنیده اید که عزت و سربلندی را در دستی و بود نبودش را در دست دیگری گذاشته به نبردی آنچنان ناعادلانه تن در دهد؟ آری، به راستی که معشوق ارزش پرستیدن دارد. کیست آن که از برق نگاهش آذرخش، از روشنایی رخسارش آفتاب، از اشک چشمانش اقیانوس و بلندای قامتش جایگاه عرش هویداست؟ او حسین است، او که آینه جان را در زلال کرد و تن از تشویش شسته و با شناختی خود آگاهانه از خود بیخبر شد و توانست سر بر زانوی نرم عشق بگذارد. معرفت و شناخت حاصل سیر خود آدمی به خیشتن است. تا این معرفت حاصل نشود عشق ارزش و بی‌بهاست، بی ارزش و بی‌بهاست. وقتی هیچ چیز این جهان جز او ارزش عشق ورزیدن را ندارد، این او را که برتر، زیباتر و رعناتر از همه چیز است چگونه باز شناسیم؟ پس باید زنگار از آینه جان پاک کنیم تا چالشی در آن متجلی شود. و حسین در برابر آن همه بت قیام کرد و از جهان دل با خبر بود و در آنجا بال و پری گشوده بود. او خودی را از ذهن خود رانده و خدا را جایگزین کرده بود، رنگ و بیرنگی را با آتش کشیده بود و در زلال عشق شسته بود و بدینسان صدها سال از حضور آنان در کره خاکی می گذرد. ما حرمتشان را می داریم و از آنها یادواره می سازیم و عاشقانه دوستشان داریم و فرزندانمان را با نام آنان می خوانیم. حضور حسین غیرت، شرافت، مردانگی و خون جوشان او تا جاودانه تاریخ بر بلندای کاخ عزت و شرف مسلمانان ماندگار خواهد ماند. ناخدای سفینه دل که خود سبوی از زلال معرفت برشانه داشت به ما آموخ که تنها در پرتو نور و روشنبینی میتوان درهای بسته را باز کرد. حسین عاشق صادقی که در سحرگاه بیداری تن در زلال خون میشوید، سینه افراشته و قامتی بالنده داشته و از آب زهرآگین هیچ تیغی هراس به دل راه نداده و هیهات که در رویارویی با مرگ هم پذیرای ذلت شود. و کسانی که از او و خواهر شجاع و صبورش زینب کبرا سلام الله علیها الگوی نالان و گریان و هراسان ساختند، هرگز قادر به شناخت گلشنی از گلهای سرخ آزادگی نبوده رایحه دلاویز دین را از جان هیچ نوع گلی استشمام نخواهند کرد. زیرا درک رسالت راستین دین جز از طریق سربلند نشستن در آستانه جانان ممکن نیست
میبینیم در مجلس کوفه ابن زیاد از بلاغت زینب به خشم آمده میگوید دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ و زینب آن زن صبور و فداکار، آن عاشق دل سوخته و شجاع فرمود ما رأیت الا جمیلا، به خدا به جز زیبایی چیزی ندیدم ای پسر مرجان، مادرت به عزایت بنشیند. ای حسین، چه کرده ای که فرشتگان چهره به خون مقدست میمالند تا احساس سربلندی کنند؟ یا حسین، آن لحظه که سر خون آلود عباس رشیدت را در دامن گرفتی و تیر کافران را از چشم خونین او بیرون کشیدی، بر تو چه گذشت؟ یا حسین، نمیدانم مرگ اکبرت سوزنده تر بود یا اسارت اهل بیت و خواهرت زینب؟ یا حسین، نمیدانم چه رازی در خون پاشی اسقرت بر آسمان نهفته بود که دامن افق برای همیشه خونالود شد؟ آیا آسمان آن روز نگریست وقتی سینه‌ات را شکافتند؟ فلک ترک بر نداشت و چون سرت را از پیکر جدا کردند خورشید شرمگین نشد؟ شاید میدانست که خون خدا همیشه جوشان خواهد ماند. و سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفع صدر الحسین به ظهور حجت ابن الحسن، نثار روح اموات و گذشتگان از این جامعه و نثار خون شهدای اخیر در افغانستان. فاتحه مع الصلوات. اللهم تشکر از خانم بتول مصدق از بخش بانوان جامعه اسلامی، متن بسیار ارزشمند نوشته بودند. خداوند بزرگ و توفیقات ایشان بیفزاید. دوستان بسیار عزیز، حال دعوت میکنم از خواهر الهام رضایی از بخش جوانان جامعه اسلامی برای معرفی سخنران انگلیسی باز هم و بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات. Assalamu alaikum, respected elders, scholars, brothers, and sisters. Thank you for joining us for the 10th night of our Muharram 2022 programs on this 12th night of Muharram. Before we get to tonight's lecture, we have a couple of announcements. Our Muharram apparel is now sold out. We do not have adults or children's sizes left. A reminder that our final nightly program with Dr. Qazwini will be tomorrow night at 7:30 here in the main hall. Tonight's Q&A after namaz in the ACE room will be sisters only. We will have a brothers only session tomorrow. For more details on everything, please see our social media pages at ACE Online or speak to any ACE exec. It's now my honor to introduce our esteemed guest speaker. We are grateful that Dr. Sayyid Hadi Qazwini accepted our invitation this Muharram. We have benefited greatly from his insightful lectures and Q&A sessions. Please welcome him to the stage by reciting a loud salawat for his well-being. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. God states in the Holy Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. By the declining day, truly humankind is in loss, except those who believe, perform righteous deeds, exhort one another to truth, and exhort one another to patience. Amanna billah, sadaqallahu al-aliyyul azim. Let us begin by enlivening our hearts and minds with the salutations upon the Holy Prophet and his purified progeny. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Throughout history, human beings have always been concerned with time. Time, determining time, has always been an important facet of human societies. We notice that the very first thing that we do when we wake up in the morning is what? We check the time. We look at the clock. We check the time on our phone. Sometimes it's the last thing that we do before we sleep, after Instagram, of course. We check the time. We're concerned with time. We've developed theories about what time is, how to understand time. We've developed different mechanisms on how to measure time and intervals, time intervals. We know that time has value. Time has economic value. They say time is money, right? We find that even when it comes to our work, the standard for the evaluation of our work, we receive salaries. Our income is based on what? It's not necessarily based on how much effort you put in. It's based on how much time you put in. Because time is considered to be valuable. We find that time has social and personal value as well. Sometimes we organize our events and appointments around certain times. Some people, for instance, they organize their events around prayer time. And this is excellent. Prayer is important for them. And so they'll make sure that whatever event they're planning, it revolves around prayer time. They might have a program before prayer or a program after prayer. Sometimes prayer distinguishes between what happens before a program and what happens after a program. Of course, on the other hand, there are some people who organize their time around food, right? We find that food is also important. We organize our meetings and our gatherings around food. Food is important. We make a big deal out of food. Sometimes we argue and we fight over food. We argue about who's going to pay for the food, right? We find that a lot of time and effort is spent on food nowadays, advertisements about food,
more advertisements about diets. Everywhere you look, there's an advertisement about dieting, right? You know, they say that the hardest part about dieting is not watching what you eat, but watching what others eat, huh? So we manage our time because we know that time is valuable. Time has intrinsic value. If you want to know the value of a year, they say ask a student who failed that year. They know the value of that year. If you want to know the value of a month, ask a mother who gave a premature birth the value of a month. If you want to know the value of a second, ask a survivor of an accident, and they'll tell you the value of a second or a split second. So time is valuable. We all acknowledge and we all realize this. And this is why our teachings, they emphasize on the importance of maintaining time, of understanding, realizing the importance of time, and of using our time wisely. God says in the surah that I began with, Surah Al-Asr, chapter number 103 in the Quran, God swears by time, wal-asr. There are several instances in the Quran where God swears by something. The point is to highlight the importance of that thing that God uses to swear. In this case, he says, wal-asr. Now, the exegetes of the Quran, the interpreters of the Quran, they have given various interpretations on what al-asr means. Al-asr could have several meanings. One of the meanings that is most recognizable to us is the afternoon, right? We say our prayers are dhuhr and asr. Asr is the afternoon. It's the time when the sun is declining towards sunset. Another meaning, according to many scholars, of al-asr here in this context is all of time. God here is swearing by all of time to show the importance of time. God says, wal-asr, innal insana lafi khusr. Indeed, humanity is in loss. They are losing. Humanity is losing. And then what? And then God gives exceptions to this rule. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, those who believe. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, do righteous deed. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, they exhort, they encourage one another towards truth. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, and they exhort and encourage one another towards patience. So God here is trying to remind us of the importance of time. And our teachings, they emphasize in hadith after hadith, in verse after verse, about ensuring that we take advantage of time, that we don't waste time, because time is irretrievable. It's the only thing that is irretrievable. Once it's gone forever. You can't bring it back. It's gone. You lose your money, you go and work, and you make money again. Sometimes you lose your health, you become sick, you go to the doctor, and you regain your health. Sometimes you lose certain relationships and you form other relationships. But if you lose time, you never get it back. It's gone. This is why our teachings emphasize on taking care and managing our time. In one famous hadith, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad. He says, he describes our situation on the day of judgment. He says, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. Each and every one of us will be held to account on the day of judgment, and we will not be permitted to move forward until we are asked about five things. We're going to be asked about five things, all of us. What are these five things? Number one, he says, عن عمره فيما أفناه. We're going to be asked about our lives. How did you spend your life? How did you spend your life? And we have to answer. These are not just rhetorical questions. We have to have an answer. How did you spend your life? The time that you spent in this world, 10 years, 20 years, 50 years, 70, 100 years, how did you spend it?
Did you live your life only as an individual, in individualistic terms, only taking care of yourself, your personal self? Or did you do something for society as well? Did you make a difference in the world? Did you make a difference in your community, in your society, in your family? Was this a good difference, or God forbid, was it a bad difference? Because sometimes we say, I want to make a difference in the world. Everyone makes a difference. But is it a good difference or a bad difference? There are some people who come into this world and they make a bad difference. They make the world a worse place. A worse place. Yazid came into the world and he made the world a worse place. Tyrants come into the world, they make the world a worse place. There are others who come into the world and they make a positive difference in the world. They make a good change, a good difference in the world. I read a story once about a man who every morning, early in the morning, at sunrise, he would go out and he would take a walk on the beach, on the shore. Every morning, it cleared his mind, he would exercise, he would breathe, you know, a breath of fresh air. Says, one day I was walking on my daily walk on the beach, on the sand, and I noticed something interesting. I noticed that the ocean had washed ashore thousands, maybe hundreds or thousands of starfish. They had been washed onto the shore. You might have seen, you know, some pictures, or maybe you in person. Sometimes, for various reasons, certain animals, fish, shrimp, whatever, other animals, sometimes even whales, sharks, are washed onto the shore. So he saw thousands of starfish washed onto the shore. Now a starfish is a sea creature. It cannot survive outside of the water. It survives in the water. And the sun was coming out. So he says, I was walking along and I was looking at the sight. From a distance, I saw a figure who was moving around. I couldn't really tell. Moving around. So I went closer and I saw a young woman. She had come out onto the shore and she was going down, lifting up the starfish and throwing them back into the water. One by one, just lifting them and throwing them back into the water. He says, I was kind of shocked, so I went up to her and I asked her, I said, what are you doing? She said, you know, these starfish, they can't survive outside and the sun is coming out, so I'm tossing them back into the water. Says, as I was talking to her, you know, she knelt down, she picked up a starfish. I told her, are you serious? Look at these starfish, there's probably thousands of them. What are you going to do? You're going to save all of them? You're going to throw all of them back into the ocean? What difference do you think you can make? She says, she looked at me, she took the starfish that it was in her hand, she threw it back in the water, and she said, at least I made a difference in this starfish's life. When we come into this world, do we make a difference in this world? Do I make a difference? Is it a positive difference? I have to ask myself this question, because I will be asked. So I have to have an answer. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala. This was a tired salawat. Let us do another salawat. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. The Prophet, he tells Imam Ali alayhi salam, Amirul Mu'mineen, he says, Ya Ali. He gives him advice. He tells him, Ya Ali, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ أَوْ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ. Listen to this hadith. He tells him, Oh Ali, if God through you, guides one person is brought to the path of truth, is guided through you as a means, because guidance comes from whom? Guidance comes from God. It doesn't come from me and you. Guidance comes from God. But God sometimes uses means
in order to guide people. The Prophet tells him, if you are the means for one person's guidance, this is more valuable and greater for you than if you were to possess everything that the sun shines upon. What does the sun shine upon? It shines upon a lot of things. If you were to take the example, let's make this example a little bit more, you know, comprehensible for us. If you take the example of Pluto. Pluto, until a few years ago, was considered a planet. Then it got demoted, I think, right? If you take the example of Pluto, scientists tell us that Pluto is about 6 billion kilometers away from the sun. The distance between the sun and Pluto is 6 billion, almost 6 billion kilometers on average, because the rotation is elliptical. Now, if you were to take a spacecraft, a space shuttle, from the sun to Pluto, how long would it take? The average space shuttle, it goes at a speed of 40,000 kilometers per hour. If you go on a spaceship that goes 40,000 kilometers per hour from the sun to Pluto, that 6 billion kilometers, it will take you 23 years. 23 years to get from the sun to Pluto. That's a long time, right? It's a very long time. Now, scientists tell us that if you were to stand on Pluto, on the surface of Pluto, the sun would still be the biggest star that you would see. Travel for 40,000 kilometers an hour for 23 years, stand on the face of Pluto, and the sun would still be the biggest star that you see. The Prophet tells Amir al-Mu'mineen, if one person is guided through you, you are the means for the guidance of one person, this is greater in value and reward to you than if you were to own everything that the sun shines upon. Have I made a difference in one person's life for the good? Brought them towards goodness? Changed their value system or their attitude to something that is good? I've guided them to the right path. So the first question that we are asked is about our lives. How did we spend our lives? The second question, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهِ, and about your youth, your young age. How did you spend your young age? Look, there's a question. The first question is about your entire life. The second question is about a specific time in your life, and that is your young age, your youth. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَهُ. Why? Because this is a very important time in our lives. It is a time that we have energy. It is a time that we are inspired to do, to act. It's a time in which we have to build ourselves. It's a time of building. We find that a lot of people, when they're young, they have passion, they have drive, they want to do things, they have a big imagination, and slowly with age, it begins to fade, huh? Ask those who are more seasoned. We won't say older, we'll say more seasoned in life. They'll tell you that we lose that energy. You lose much of that energy. You lose much of that drive. You lose much of the opportunities that you had when you were younger. So we have to ask ourselves during this time, how do we spend our youth? How? Do we use it in a way that is beneficial, or God forbid, are we wasting our young age, our youthful age? We're reminded to take advantage of this time. This is the time in which we build ourselves. This is the time which we work on building our foundation, a strong foundation. It's when you are young. It's when you are youth.
If this time is wasted, if it's ignored, if it's not given its concern, then you build your life on a shaky foundation. And you don't want a shaky foundation. I remember once reading an interview with Bobby Bowden. Bobby Bowden was the former coach of Florida State University, their football team. Florida State University, he was the former coach of the football team. But before he went into coaching college football, in his youth, in his early career, he used to play baseball. Bobby Bowden used to play baseball himself, professional baseball. And in the interview, he talks about his very first experience going out onto the baseball field. He says, I was inspired, I was pumped, I was energetic. It's my first time going out onto the field, and the whole stadium was packed with people. They were all watching. He says, I went out as a batter to bat. I know baseball isn't a big sport in Canada, but bear with me, please. He says, I went out to bat, and I was standing there. He says, the pitcher threw the ball, and I hit the ball with all of my strength, and I was filled with energy. He says, I hit it, and it flew, and it started going out towards the end of the park. He says, I threw my bat, and I began to run as fast as I could. I ran around all bases until I arrived to home base. He says, when I arrived to home base, the umpire struck me out. Why? I hit the ball. It went out. I ran across. Why did I strike out? The umpire told him that you missed first base. You missed first base. He says, in my excitement, as I was so excited, I was running as fast as I could. I did not step on first base. I passed first base. And I went to second, third, and I came back, home run. And so what? So the home run didn't count, and he struck out. Brothers and sisters, especially my younger brothers and sisters, I say this to you as a brother. Don't miss your first base. Your first base is your youth. It's your young age. Don't waste it. Be mindful of this time that you have been given, because it quickly goes away. Quickly goes away. Even those of you who are in your teens and 20s and 30s, you'll notice how quickly the years they run away. Let alone those who are later in their lives. If you ask those who are later, your parents, grandparents, elders in the community, they'll tell you 50, 60 years, it's as though it was yesterday. What is 50, 60 years? It flies by. You might remember yourself. You know, you might be in your teens or your 20s and you remember 10 or 15 years ago, or you might have photos that you look at, right? And it feels like just yesterday. Feels like just yesterday. Don't waste your youth, brothers and sisters. This is a time that you should spend on building yourselves. Build yourselves. Your friends will remain. Social media will remain, I promise. Entertainment will remain. Food, pleasure, traveling, everything will remain. What will not remain is your time. Is your time. Don't waste your time. Do something productive. Be productive in your youth, especially when it comes to learning, especially when it comes to developing your spiritual self, your connection with God. This is the time that whatever we build will help us in the future. It's foundational. Spend that time. Build yourself. Be productive. This is the second question that we'll be asked about. The third question, what is it? وَعَنْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ God will ask us about our wealth. Our wealth. مَال is wealth. أَيْنَ اكْتَسَبَهُ Where did it come from? Where is the origin of your wealth? God will ask us about that. You made a certain amount of money in this life.
Where did you get it from? Where did the money come from? Oftentimes, we think of money and wealth as a blessing, right? Everyone says, you know, it's a blessing. It's common perception of wealth that wealth is a blessing. But when we look at wealth from an Islamic perspective, we find that it's not always a blessing. Sometimes it's a test. Sometimes it's a test. God sometimes tests us with what He takes away, and sometimes He tests us with what He gives, because there's accountability. There's Q&A. God's going to ask me, where did you get your money from? And I have to have an answer. Did I get my income and my wealth from legitimate or, God forbid, illegitimate means? Sometimes in our pursuit of making income, we might cut some corners here and there, huh? We want to make a quick buck. We want to make a quick deal. So we may not be fully honest sometimes. We might not do the right thing sometimes. We cut corners. Why? Because this is a really good deal. I'm going to make a lot of money out of this deal. I just have to keep some things, you know, not exposed. I just have to deceive one person, give a small white lie. It's white. You know, there's nothing wrong with white lies, right? And so we may cut corners in order to make a quick buck. Is my income, does it come from halal sources, or, God forbid, does it come from haram sources? Is it mixed with the haram? I have to ask myself this question. Because if I don't ask myself this question and I don't have an answer, I will be asked this question by God. Where does it come from? And halal consumption, halal income, is not just my food. It's not just my food. Some people, they focus only on the food. They say, as long as what I put in my mouth is halal, that's fine. No. What are you bringing? The income that you are buying your possessions with, you are buying your home with, you're buying your vehicle with, you're giving to your children, you're buying accessories, you're giving to others. Where does that come from? Is it legitimate or not? This is number three. The fourth question that we are asked, وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. The fourth question also pertains to our wealth. The third question was about where did the wealth come from. The fourth question is about how did you spend this wealth. It's not just where did it come from. How did you spend your money? Did you spend it only on yourself? Or did you realize that you had responsibilities towards others around you? And you made sure that you observed and you fulfilled those responsibilities. We are not free to spend our money however we wish. This is false. This is a fallacy, brothers and sisters. Because there is responsibility. There is accountability. God will ask me, how did you spend your money? God tells me that rizq, that sustenance that I give you, part of it is not yours. It belongs to others. It belongs to the deprived. It belongs to those charitable organizations and other organizations that are doing good and doing well and promoting social building and social harmony. So we have to ask ourselves, how are we spending our wealth as well? Am I investing for the hereafter, or is it just purely investments for this life? Am I building for the hereafter? We spoke about investing in the hereafter during the previous nights. Spend that wealth that God has given you, not just to take care of yourself here, that's okay, but also to build your future, to build your hereafter. Leave a legacy behind. This is number four, and the final question that we are asked about. The Prophet says, وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمْ. What did you do with the knowledge that you acquired? What did you do about it? You learned something. What did you do? Did you keep it to yourself? Did you ignore it? Did you
use it in order to benefit yourselves and others in society? What did you do with the knowledge that you acquired? Time is precious, brothers and sisters. We all know this. It quickly goes. The Quran gives the example about those who are resurrected on the Day of Judgment. When we are resurrected and we are asked, or we ask one another, how long were we dead for? God says, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. We'll be asked, how long did you live for in this life? How many years? And the answer will come, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. They will say, we lived for one day or part of the day. Doesn't it seem like that? 20, 30, 40 years just feels like a day, a week, a month. We have to take advantage. This is precious. God has given us time, and it is irretrievable. It never comes back. How am I spending my time? What am I doing? How am I building my future? It's important for us to ask ourselves this question and to have answers for these questions before we have to stand before our Lord and answer these questions. Take advantage of the time that you have, brothers and sisters. Take advantage of this time. This is the lesson that we learn from the Ahlul Bayt, alayhim as-salam. In another version of this hadith that I mentioned, the hadith says, we are also asked about one final thing, and that is what? And we will be asked about the Ahlul Bayt, alayhim as-salam. We'll be asked about the Ahlul Bayt. What did the Ahlul Bayt mean to you? Did you do anything for the Ahlul Bayt in your life? Everyone will be asked this question. What will our answer be? Alhamdulillah, many of us, we will answer, we will say that yes, the Ahlul Bayt alayhim as-salam, they were always there in our hearts. The Ahlul Bayt were part of our daily lives. We remember them. We love them. We are devoted to them. We contributed to their cause. We expressed our love. We learned from them. We implemented their teachings. But there will be some people on that day. What will their answer be? What will the answer be of those who stood up against the Ahlul Bayt alayhim as-salam? What will their answer be, huh? What will they tell Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi? Ya Rasulullah, after you were gone, how did we deal with your family? What will they tell Amir al-Mu'mineen, Aliyin alayhi salam? What will they tell Fatima al-Zahra alayhi salam? With which face will they stand before Fatima al-Zahra, those who stood against her son Aba Abdullah al-Husayn, those who gathered in order to wage war and to kill Aba Abdullah al-Husayn? What will their answer be on the Day of Judgment? What will their answer be when they are asked, why did you deny the family of the Prophet water? What will their answer be when they are asked, why did you terrorize the women and the children? This was the situation of the Ahlul Bayt. After all of their men had been killed, the only man among them, the surviving man, was Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin alayhi salam. And he was ill, he was sick, but he, along with the woman and the children, we know that they were taken captive by Umar ibn Sa'd's army. He did not have mercy upon them. For the woman and the children,
this was the second part of their tragedies. The first was when on the day of Ashura, they saw one by one, each one of their men, their fathers, their uncles, their siblings, their cousins, their children being slaughtered in front of their eyes. But the second part of the tragedy was when they were taken captives in such a humiliating fashion. And they were taken onwards on to Kufa. First they were taken from Karbala all the way to Kufa. And they were taken before Ubaydillah ibn Ziyad, the cruel governor of Kufa. And we know what happened to them in the court of Ubaydillah ibn Ziyad. And Imam Sayyid al-Abidin, he stands courageously. As Sayyida Zainab, she stands courageously. And they defend the household of the Prophet. They defend Imam Hussein and his family and his companions. And they are sent off from Kufa all the way to Syria, to Sham, where they will meet Yazid ibn Muawiyah himself. And that was a very difficult journey, very long and arduous journey. The tradition says that when they arrived to Syria, the whole community was in a state of celebration. Can you imagine? They are celebrating in the streets the killing of Imam Hussein and his family and his companions. They are celebrating the arrival of the women and the children who did not have any protectors, who were chained and taken as captives. The tradition says that the women and the children, they were placed in a dark place in Syria in captivity. I just want to bring to your attention one scene tonight. And that is the memory of the daughter of Aba Abdullah al-Hussein. Ruqayya, the tradition says she was only 3 years old. Ruqayya, the beloved daughter of Aba Abdullah. You can imagine Imam Hussein with his compassion, with his love, with his mercy. How he would spend time with Ruqayya, huh? For those fathers out there who have daughters, may Allah protect all of your children. You know that it's a different flavor with daughters, huh? You have a daughter, and this daughter expresses unconditional love to you. Imam Hussein plays with his daughter Ruqayya. Ruqayya is attached to her father, Aba Abdullah. But her father is violently taken away from her. We are told that during those moments in Asham, and on the way to Asham, Ruqayya would often cry and weep, and she would call out, Abatah, my father, where are you? She would ask her aunt Zainab, she would ask those around her, where is my father? Where is Baba Hussein? Where is my father? Tell me. She would weep and she would cry. Sometimes they would try to comfort her. They would tell her, dear Ruqayya, your father is traveling. You will meet with him once again. She would say, where did he go? Why did he not take me with him? I am his beloved daughter. I am his Ruqayya. She would often weep and cry. She kept crying over her father until the news arrived to Yazid. He asked, tell me, what's going on? What is this noise? What's happening? They told them the daughter of Aba Abdullah al-Hussein, Ruqayya, 3 years old. She keeps crying over her father. She wants her father. He said to them, then I order you to give her her father, huh? Give her, let her meet her father. Send the head of Aba Abdullah to her, let her see it. The tradition says that the head of Aba Abdullah al-Hussein was covered with a cloth. It was placed in a dish and it was brought forth to the family of Imam Hussein. It was placed before Ruqayya. The soldiers, they brought it, they placed it before Ruqayya. She asked this tiny girl. She asked them, what is this that you have brought forth? They said, this is your father. You want your father? This is your father. Ruqayya alayhi salam, she removes the cloth. She sees the bloodied head of her father, Aba Abdullah, in front of her. Allahu Akbar.
She looks at him, she says, who is this? They say, this is your father, Abba Abdullah. She throws her tiny self on him. She begins to weep and cry. She calls out, oh my father, who is the one that did this to you? Who was the one that beheaded you? Who was the one that stained your head with blood? Who was the one that made me an orphan? The tradition says, then Ruqayya, with her tiny hands, she threw herself on the head of Abba Abdullah al-Hussein. She continued to weep and weep and cry until she fainted. Suddenly she stopped crying. Al-Imam Zainul Abidin, he turns to his aunt Zainab. He tells her, my dear aunt Zainab, go towards my sister Ruqayya. Check on my sister Ruqayya. I don't think she's okay. Sayyida Zainab goes. She lifts Ruqayya from the head of Abba Abdullah and she notices that Ruqayya had passed away from her grief. Allahu Akbar. Inna lillah wa inna ilayhi raji'oon. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. And for the souls of all of the mu'mineen and mu'minat who have passed away and the shuhada, let us recite Surah Al-Fatiha مع الصلاة على محمد وآل محمد. Thank you, Dr. Qazwini, for yet another informative lecture. Just a couple of reminders. Dr. Qazwini's last program with us is tomorrow night, 7:30 p.m. here in the main hall. Also, another reminder that tonight's Q&A is for sisters only. It will be after namaz in the ace room, and then tomorrow will be brothers only, also after namaz in the ace room. If anyone has any urgent questions that they have to have answered, they can message us on social media or speak to an exec, and we'll coordinate with Dr. Qazwini. So now we'll get ready for namaz. Salawat. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن قد أتاك المسيء أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته. حول الله وقوته يقوم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته يقوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة لمحمد وعترته الطاهرة الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبال أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في باح وعلى يدي من ومن قبلي من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبله وعلي عليه السلام وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله السلام عليه أئمة اللهم إني رضيت بهم فرزني لهم إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الله أبا صالح السلام علي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين يا ابن أم البنين السلام علي يا زينب كبرى بنت علي مرتضى بنت فاطمة الزهراء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نصار أرواح طيبه شهداء کربلا و آمرزش اموات خود صلوات ختم کنید الله صل علی محمد و آل محمد طيب الله طيب الله طيب الله
اجماعا صلوات. و صلوات دوم را مثل شبهای قبل جلیتر لطف فرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما حضار گرامی و بینندگان عزیز، یک بار دیگر مقدم شما را به یک دیگر از برنامه های سوگواری حسینی خیر مقدم عرض می نمایم. در ابتدا لطفاً به چند اطلاعیه توجه فرمایید. نظر حضرت بی بی زینب سلام الله علیها روز یک شنبه 14 آگست ساعت 1:30 در این مرکز برگزار میشه. خواهران مطلع باشند. اطلاعیه مکتب جامعه اسلامی. جامعه اسلامی در بخش تدریس و معلمین داوطلب نیاز دارند برای مضامین قرآن شریف و علوم دینی. البته در انتخاب معلمین با تجربه ترجیح داده میشن، ولی اگر معلمینی هم که هستند که تجربه کمتر دارند، بخش مکتب آنها را بعداً آموزش خواهد داد. همچنین بخش مکتب در بخش اداری هم به داوطلب نیاز دارند. خواهرانی که علاقه داشته باشند در این امر خیر سهم بگیرند، می توانند از طریق آنلاین با آدرس maktab.ce/join رفته و اونجا ثبت نام نمایند و آخرین مهلت برای ثبت نام هم هست 20 آگست. خواهران مطلع باشند. برنامه های ما، برنامه های سوگواری حسینی تا پنج شنبه 11 آگست هر شب ادامه دارد. خواهران و برادران مطلع باشند. همانطوری که شبهای قبل هم خدمت شما عرض کردم، قوطی های اختصاص داده شده که امشب اینجا یکی نیست، میخواستم نشان بدم، برای کمک به معارف افغانستان، مخصوصا در مناطق دورافتاده و محروم. ما همه میدانیم که شرایط افغانستان، شرایط آموزش افغانستان در بدترین شرایط خود قرار داره و اکثر مکاتب بسته است، مخصوصا مکاتب دخترانه. بنابراین با این قوطی‌هایی که شما به خانه میبرین و هر روز یک مقدار پول خود داخل از این میاندازیم، هم صدقه هست رد بلا و هم برای اطفال محروم مناطق دورافتاده افغانستان یک کمک خیر می شود. کتابخانه جامعه اسلامی ضمن تشویق شما دوستان برای استفاده از کتابهای کتابخانه عرض می دارد که تعدادی از دوستان کتابهای را بردن برای مطالعه و اگر لطف کنند او کتابها را برگردانند. همچنان اگر در خانه های خود کتابایی دارند که خواندند و دیگر نیازی ندارند، لطف کرده آنها را به کتابخانه جامعه اسلامی هدیه نمایند تا دوستان دیگر استفاده نمایند و البته ثواب خواندن او کتاب ها به مالک اصلی کتاب میرسه. و آخرین، مثل که در طول شبهای سوگواری مهر نماز، مهرهای نماز کم شده، بنان خواهش کردن این بخش تدارکات که اگر خواهران یا برادران در خانه‌های خود مهر دارن، مهرهای شکسته دارن و مهرهایی که استفاده نمی کنن، لطف کرده بیارن به جامعه اسلامی برای استفاده همه. فکر میکنم دیگه اطلاعی همی بود. حال دعوت میکنم از فاضل دانشمند جناب آقای دکتر فقیهی و تا آمدن ایشان به میم اول نام محمدی صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من خير أعوانه وأنصاره السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين يا سيد الساجدين و يا زين العابدين امشب شب 12 محرم هست و بنابر قولی شب شهادت امام چهارم امام سجاد علیه السلام هست به همین مناسبت من میخوام مقداری در رابطه با میراث بزرگی که از این امام همام به دست ما شیعیان رسیده و متاسفانه کمتر به اون توجه میکنیم. امام سجاد علیه السلام ابتدا من این رو عرض بکنم در شرایط بسیار سختی رو در زندگیشون سپری کردند و داشتند. کربلا رو شاهد بودن، اسارتی رو شاهد بودن که هم خودشون اسیر بودند هم اسارت عزیزانشون رو خاندانشون رو شاهد بودن، یعنی دو تا درد بر سینه امام سنگینی میکرد، یکی درد اسارت خودشون که با قل و زنجیر حضرت رو بسته بودند و طبق روایتی داریم که در کوچه های شام وقتی حضرت رو از محله یهودی ها عبور می دادن فردی خاکستر بر سر مبارک حضرت افکند که امامه حضرت آتیش گرفت ولی دست حضرت به زنجیر بسته بود نمی تونستن کاری کنن. این درد اسارت خودشون فقط و درد دیگر مشاهده این اطفال و خاندان و عمه بزرگوارشون در این مسیر اسارت، اینها خیلی سخت و دشوار هست که وقتی از امام سجاد علیه السلام پرسیدن که کجا بیشتر به شما سخت گذشت فرمود از شام از شام. حالا امام سجاد ما صحیفه‌ای دارد به نام صحیفه سجادیه، میراث کهن شیعی هست و راوی اولش هم از هموطنان شماست، متوکل ابن هارون اهل بلخ هستش. این اولین راوی است که این رو از امام سجاد گرفته و سلسله روات به دست ما رسیده. وقتی نگاه میکنیم به این مجموعه، این درس اولی که قبل از آموزه‌های صحیفه میخوام توجه کنیم اینه که این مجموعه دعا که امام داره با خدا حرف میزنه، یعنی کسی که سخت‌ترین مصیبت‌ها برش وارد شده و دیده، کسی که شب و روز بعد شهادت پدرش اشک میریزه، آب میبینه، گریه میکنه، وقتی میبینه حیوانی رو سر میبرند به طرف میگه آبش دادی و سر بریدی، پدرم را تشنه سر بریدن. کسی که در این مصیبت و در این عشق هست، حالا که داره با خدا صحبت میکنه صحیفه رو ببینید. اولین نکته رو دقت کنید، به جای زبان اعتراض، زبان اعتراف و تقصیر به درگاه خدا داره. به جای اینکه بگه خدای این چه بلایی بود سر ما آوردی،
از کوتاهی خودش، تقصیر خودش در عبادت صحبت میکنه. به جای اینکه زبان شکوه داشته باشه و شکایت، زبان شکر و حمد رو داره. شما در یک جمله از جملات این صحیفه بویی از شکوه و شکایت نمیبینید. تماماً رضایت، حمد و شکر پروردگاره. اثری از یأس و ناامیدی دیده نمیشه. کتاب پر است از امید به رحمت خدا. حضرت به خدا عرضه میکنه من انا ضعیف و عملا الجسیم عملا، من در عمل ضعیف و ناتوانم، اما در عمل با الف یعنی آرزو بسیار بزرگم، یعنی آرزوم به توی خدا خیلی زیاده. ما قطعت و حبل رجائی منک، ریسمان امیدم و هیچگاه نمیبرم و قطع نمیکنم. درس امیدواری حضرت میده و از همه بالاتر سراسر این مجموعه سخن از محبت و دلدادگی و عشق به پروردگار و خواستار رضایت حضرت حقه. از این زاویه شما نگاه کنید، این مجموعه کسی داره میگه که در آرامش باشه، در آسایش باشه، در نعمت باشه. نه، اینجوری نیست. یک شب اینجا عرض کردم اثبات محبت خدا تو شرایط سخت، تو کوره بلا معلوم میشه که محبت محبت واقعیه. توحید اونجا معلوم میشه، خدا پرستی اونجا معلوم میشه. اینم امام سجاده که در این شرایط این میراث بزرگ برای ما قرار داده. و همچنین رساله حقوق امام سجاد، 50 و چند حق امام سجاد بیان میکنه، بسیار بسیار مهم و ارزشمند، که امروز در حقوق روابط بین انسانها، روابط انسان با خدا، رابطه انسان با هم نوع، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با جهان، تمام این موارد حضرت اون حقوقی رو بیان کرده که بسیار بسیار عالی است که امروزه باید در موردش تازه مطالعه کنند و تلاش برای تحقق اونها داشته باشن. که من سالها قبل در همین کانادا، البته در مرکز امام علی، شرح این رساله حقوق رو گفتم یک ماه ماه رمضان و خیلی نکات ارزشمندی داره. خب اینها میراث بزرگ ماست، میراث ارزشمندی است که از امام سجاد به ما رسیده. دعاهای امام سجاد فقط دعا نیست که ما بخونیم حاجت باشه، تمام آموزه ها و معارف اعتقادی ما، اخلاقی ما، عرفانی ما، حتی سبک زندگی ما، حتی سلامت روانی و معنوی ما در این دعا است. اخیراً یکی از دوستان بنده مطالعات زیادی در رابطه با دعا درمانی داشته. دعا درمانی غربی هم دارن به نام معنا درمانی، دارن روش مطالعه میکنن، یه شاخه جدیدی از دانشه. ایشون روی تأثیر دعا در سلامت جسمی و سرعت بهبود بیماری های جسمی و سلامت روانی کلی کار کرده، مقاله در دانش مجله های علوم پزشکی چاپ کرده، بیماران زیادی رو با همین دعا و آموزه های دعا بهشون امید داده، سریعتر درمان پیدا کردن. امام سجاد در همین دعای 14 صحیفه وقتی بیمار میشه، دعای حضرت در بیماریه، میگه خدایا بیمار شده دیگه، مریض شده، تکلیف پیدا کرده، میگه خدایا نمیدونم الان که مریض هستم شکر بیشتری باید بکنم یا زمانی که سالمم. یعنی این بیماریم من نعمت میبینمش. خب اینا چقدر میتونه به شخص بیمار امید بده و کمک بکنه که او سریعتر سلامت خودشو به دست بیاره. خب از این مطالب زیاد هست در صحیفه سجادیه که امام سجاد در اون مباحث مهمی رو ارائه داده. من شاید ماه رمضان اشاره کردم به این موضوع، فکر میکنم اینجا
که این کتاب ترجمه‌ام شده. آقای ویلیام چیتی یه انگلیسی زبان هست، اومده این کتاب انگلیسی ترجمه کرده. فکر کنم در کتابخانه شما اینجا هست ترجمه‌اش. یه مقدمه ای نوشته بر اینجا، این مقدمه رو دقت کنید. میگوید شما وقتی که به یک روستا، به یک ده میخواید برید، از دور که نگاه میکنی یه خرابه است، چون نه به قول معروف آپارتمانی داره، برجی داره، ساختمان‌های تجاری و اینا نداره که، خونه‌های معمولی و باغ و ایناست. ولی وقتی وارد اون روستا و ده میشید، ببینید چه باغ‌های زیبایی است، چه زمین‌های زراعی قشنگی هست، خیلی جالب، چه نهر آبی داره رد میشه، خیلی زیباست، از بیرون جلوه نداره. وقتی وارد میشی ببینی که خیلی چیزهای زیبایی در اون وجود داره. اون میگه تمدن اسلامی این گونه است که از بیرون که مردم نگاه میکنن یه خرابه یه، ولی وقتی وارد میشیم ببینیم عجب کتابهای، عجب احادیثی، عجب دعاهای، عجب معارفی درش هست. من میخوام به این آقای ویلیام چیتیک بگم بله، ما این گنجها رو داریم، ما این گلستانها رو داریم، نه تنها به عالم نشونش نمیدیم که درش هم قفل کردیم، نمیذاریم کسی بیاد سراغش، خودمون هم ازش خبر نداریم. این تعبیر یک فرد خارجی غیر مسلمان راجع به صحیفه سجادیه و او میگه انقدر مطالب تو این صحیفه هست که توضیحش نیاز به چندین مجلد، چند برابر صحیفه داره. چرا ما نمیام از این معارف زیبای امام سجاد استفاده بکنیم، بهره ببریم؟ این میراثی است که به دست ما رسیده. خب من به مناسبت این امام سجاد و به تبع صحیفه سجادیه، چون موضوع دعا در اینجا هست، میخوام یه مقداری راجع به دعا صحبت کنم، چیزی که ذهن خیلی یارم مشغول کرده و شبهاتی راجع به دعا دارند، به خاطر اینکه افرادی که به خدا اعتقاد ندارند، منکر خدا، دو چیز سبب شده که منکر بشن، بگن خدا نیست. یک، اینکه تو دنیا پر از شر و جنگ و مشکلاته. خب میگه اگه خدایی هست، این خدا مهربان هست، این خدا قادر هست، چرا اینا رو از بین نمیبره؟ خب اینا حکمتشو که نمیدونن. خب دنیا یعنی همین، خدا دنیا رو پر از ازداد قرار داده، باید اینها باشن، باید تاریکی باشه تا نور درک بشه. اگر همش نور باشه شما نور رو میفهمید؟ یعنی اگه همه عالم روشن باشه، شبی نداشته باشه مثلا، شما میتونید بفهمید روز یعنی چی؟ تا زدش نیاد اونجا که تاریکیه، شما روز نمیتونید بفهمید. عالم عالم ازداده، لذا تو عالم هم خیره هم شره. تا انسانها در برابر این شرها چه عکس العملی نشون بدن، تا کسی نباشه که من و شما رو اذیت کنه، صبری در ما پدید نمیاد. تا زیبایی زنان نباشد و جلوه‌گریشون نباشد، عفیفی پیدا نمیشه که در عالم. همه اینها برای پیدایش اون صفات نیک در انسان هاست. خب اینا نمیدونن راز این زدها و شرها رو در عالم نمیدونن، منکر خدا میشن. یکی هم بحث دعاست، میگن خب ما به پدرمون هر چی بگیم اگر در امکانش باشه انجام میده دیگه، به مادرمون همینجور، چرا به خدا هر چی میگیم جوابمون نمیده؟ خب از اینجا پس خدایی نیست. نه خیر، خدا هست، اما میگیم چرا جواب شما رو نمیده، چرا حاجت شما رو برآورده نمیکنه. امشب راجع به همین میخوام صحبت بکنم. متأ قبل از اینکه این شبهه رو جواب بدیم مربوطه به دعا، من مقدمتا عرض میکنم که رابطه ما با خدا چهار نوع رابطه کلی هست در فرهنگ دینی. بیشتر من را چهار تاشو میخوام اشاره کنم. یک، رابطه محبت و دلدادگیه. یعنی بهترین رابطه با خدا اینی که انسان عاشق خدا بشه، دیگه بهتر از این چیزی نیست.
در دل انسان محبت خدا که بیاد، تمام خوبی ها کنار محبت میاد. این اصلی ترین چیز همینه. سلطان عشق وقتی نزول اجلال کند در قلب ما، لشکر صفات نیک هم در اونجا نزول اجلال میکنه. تمام خوبی ها میاد، محبت که بیاد، اخلاص میاد، تقوا میاد، بندگی میاد، اطاعت میاد، گذشت میاد، همه اینا میاد. دامنم میشد از این آلودگی های ریا پاک اگر در عشق او اشک روانی داشتم. این رو به انسان بده. لذا تو صحیفه امام سجاد راجع محبت خدا خیلی حرف میزنه، میگه خدا یه راهی و نهجلی الی محبت که سبیلا سهلا، یه راه آسانی به محبتت برای من باز کن و محبت رو پیدا کن. هم که تو دعای ندبه چی میگیم؟ دعای این دعاها یک جاهایی هست اون کلید اصلی رو وسط گذاشتن، یه جاهایی گذاشتن. این دعای ندبه اون کلید اصلیش اینه: هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، ای پسر پیغمبر، ای امام زمان، یه راهی هست برای من به سوی تو، یه جوری من وصل بشم به تو، یه جوری به تو مرتبط بشم، یه جوری دیگه منقلب بشه درونم، خواستارت بشم. خب این رابطه محبتی اون رابطه ایست که جلوش رو این شبها اشاره کردیم. این رابطه محبت تام در سیمای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دیده میشه. اینا به عالم نشون دادن دلدادگی به خدا یعنی چی، محبت به خدا یعنی چی. این یک رابطه. دو، رابطه شاکرانه هست و اون اینه که خداوند به ما نعمتی که میده، این نعمت خدا رو قدر بدونیم، شکرش کنیم. اینجا با خدا رابطه برقرار کردیم. ولی اگر نعمتی به ما داد بی اعتنا شدیم، ناسپاس بودیم، قطع رابطه با خدا کردیم. حالا نعمت‌های خدا فقط نعمت‌های بیرونی نیست. بگیم خدا به ما پول داده، خدا به ما نمیدونم سلامت، اینا خوبه. نعمت‌های درونی، خدا به ما فکر داده، خدا به ما احساس داده، خدا به ما خیلی چیزا داده. این نعمت رو چجوری شکر میکنیم؟ شکر نعمت پروردگار فقط زبانی نیست، بگیم الحمدلله. شکر نعمت این است که نعمت خدا رو تو مسیری که خدا میخواد خرجش بکنی. خدا به شما نعمت سلامتی داده، این سلامتی رو کجا خرجش میکنین؟ عمر داده، کجا خرجش میکنین؟ پول داده، کجا خرجش میکنین؟ فکر داده، کجا خرجش میکنین؟ این نعمت کجا مصروف میشه، کجا هزینه میشه؟ اون میشه شکرش. پس رابطه دوم رابطه شاکرانه است. خدا انسان شاکر رو دوست داره. وقتی انسان شکر میکنه چی میشه؟ لئن شکرتم ل، یعنی چی؟ یعنی یه شکر کنید خودتون زیاد میکنن. یکی از اشتباهاتی که بعضی میکنن، میگن شکر نعمت نعمتت افزون کنن. شکر نعمت خودتو افزون میکنه، شخصیت خودتو میبره بالا، روحتو بزرگ میکنه، وجودتو وسیع میکنه. شکر نعمت اینجوری خود لئن، چقدر قرآن دقیقه، با لئن شکرتم لأزیدنکم، خودتون. این قرآن دقایقی داره که این نشون میده کلام خداست. پیغمبری که درس نخونده، 40 سال تو مردم بوده، این کلام کلامیست که حتی مفسرین هم خیلی هاشون به بعضی دقایق قرآن توجه نداشتن. مثلا میگه رب زدنی علما، دقت کنید عبارت چیه، نمیگه علمم رو زیاد کن، میگه من رو به وسیله علم زیادم بکن. چون خیلی ها علم پیدا میکنن، علمشون زیاد میشه، شخصیتشون کم میشه. میگه علمم که زیاد میشه، شخصیتم هم وسعت
وجودی پیدا بکنه. خیلی قشنگه، چقدر زیباست این قرآن کریم. اینجا اگه شکر کنی خودت رو خدا بزرگ میکنه در مقام شاکریت. رابطه سوم چیه؟ رابطه مستغفرانه هست. یعنی چی؟ یعنی اگه پشت به خدا کردی، اگه گناه هم کردی، قطع نکن رابطه تو. در خونه خدا بازه، بازا، هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. یه تعبیر امام سجاد تو صحیفه دارن خیلی قشنگه، خیلی زیباست. به خدا اینجوری میگن: یا من یدنو الا من دنامن. ای خدایی که هر کی بهش نزدیک بشه خدا هم بهش نزدیک میشه. یه قدم بری خدا ده قدم میاد طرفت. این خداست. و یا من یدعو الى نفسهی من ادبر عنه. ای خدایی که هر کی بهت پشت کرده فراش میخونی، میگی بیا بیا بیا. یعنی اونی که اومد خدا میاد طرفش، اونی که فرار کرده و پشت به خدا کرده خدا هی داره بهش میگه بیا بیا، برگرد برگرد برگرد. کجا میخوای بری؟ غیر خدا کجا هست بهش پناه ببری؟ کی هست به تو پناه بده؟ کی هست دست تو توی این عالم بگیره؟ هر چی که هست همه فقیر الالله هست، هیچ که خود هیچی نداره. زندگی همه من و شما به یک تار مو بنده. هر قدرتمندی، هر گردن کشی در عالم باشه، هر کی میخواد باشه، به یک مو زندگیش بنده. به کی میخواد پناه ببره؟ میگه رابطه مستغفرانه. انسان در خونه خدا بره، خدا هر چی گناه کردم، ما قطعت و رجایی، امام سجاد میگه من باز ریسمان امیدم رو از تو قطع نمی کنم. هر چی گناه بکنیم پیش عفو خدا هیچ گناهان ما. درسته معصیت بزرگه، اما بر مقابل عفو خدا که هیچه دیگه. این رابطه مستغفرانه است. امام سجاد خیلی تو صحیفه راجع به این استغفار و این نوع رابطه صحبت میکنه که خدایا لن یزیغ علیک. چقدر تعبیر زیباست، چقدر تعبیر قشنگه، چقدر به ما یاد میده با خدا چجور حرف بزنیم. لن یزیغ علیک عفو عن عبدک و ان اساء فاعف عنی. خدایا منو ببخشی بهت فشار میاد. آخه ما اگر یه کسی به اون بدی کرده میگه آ ببخشش، خب سخته ببخشیمش. میگه حالا خدایا تو منو ببخشی برای سخته یا نه؟ میگه سخت نیست برای تو که، به تو فشاری نمیاد که، خب ببخش منو. لن یزیغ علیک عفو عن عبدک و ان اساء. این چجوری با خدا حرف بزنی؟ گناه داری یک عالمه، خب بگو با خدا حرف بزن. امام صادق علیه السلام میگن یک نفر اعرابی، ما یه عرب داریم یه اعرابی داریم، عرب یعنی که زبانش عربیه، اعرابی اون بیابون نشینا و بادیان نشینایی که سوادی ندارن، فرهنگی ندارن، به اونا میگن اعرابی. امام صادق علیه السلام میگن یه اعرابی دوتا کلمه به خدا گفت، خدا همه گناهاشو بخشید. اون دو کلمه از تای دلش زد بیرونا، نه زبونی بود. گفت خدایا ان تعذبنی فاهل لذالک انا. اگه عذابم بخوای بکنی من اهلشم، من شایسته عذابم. و ان تغفر لی، اگه ببخشی خب تو اهلش، تو شایسته غفاری، من هم شایسته عذابم. خب کدوم بهتره؟ باز در همین دعای امام سجاد، خدای لئن اخذتنی به ذنوبی لخذتک به عفوی. اگه به من گیر بده بگه تو گناه کردی، منم دامن تو میگیرم میگم پس عفوی تو کجا رفته؟ البته این زمانی است که من این معرفت رو پیدا کردم، رابطه امیدوارانه با خدا دارم. اون چیزی که گناهای من گناهای دهنکجی به خدا نیست، گناهایی است که بیایی دست انسان دیگه، هوای نفس غلبه میکنه، گناه میکنه آدم.
اینجور آدم ها میتونن با خدا اینجوری حرف بزنن که خدا ما رو ببخش. این رابطه مستغفران است. قرآن هم زیاد میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الی، استغفار کنید به سوی خداتون، توبه بکنید، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگه استغفار کنید باران رحمت خدا، نه این باران معمولی که میگی ما، باران رحمت خدا بر شما نازل میشه. همه کلیدش یک کلمه است، کلیدش یک کلمه است، استغفار. انسان بره خودش زیر چتر مغفرت خدا قرار بده. اما رابطه چهارم که عرض کردیم میخوام بگیم بحث دعاست و نیایش با خدا. حالا ما مردم دعا که میکنیم دو دسته هستیم. یه دسته هر موقع گرفتار میشن میگن ها یه خدایی هست میره در خونش مشکلمون رو حل میکنه. یعنی خدا مثل یه چیزیه که ما قبولش کردیم، توی کمدمون، توی تاقچه گذاشتیم، درش رو قفل کردیم، هر موقع نیاز داریم آ خدا بیا کار ما رو انجام بده. یه ده اینجوری هم رابطهشون با خدا زمانیست که مشکل پیدا میکنن، گرفتاری پیدا میکنن، حاجتی دارن، میرن در خونه خدا. اینا اگه خدا جوابشون رو بده، حالا یا با خدا خوب میشن یا یادشون میره خدایی هست یا نه. اگرم نده، آروم آروم با خدا چی میشن؟ قهر میکنن، بد میشن با خدا، جواب من نده. اما یه ده هستن که نه، دعا مثل همون رابطه های قبلیه، دعا اصلا عاشق دعان، دوست دارن خلوت کنن با خدا، انس بگیرن، اینجوری هن. نوع رابطه شون با خدا اینه. و با و که علت دوام یترقون، به به در این مناجات چقدر زیبا میگه در خونه تو مرتب میکوبند، و با و که علت دوام یترقون، دائم در خونه میخوام باید حرف بزنن، خلوت کنن باید حرف بزنن، اصلا آرزوشون حرف زدن با خداست. این گروه هست. خب حالا این مقدماتی که گفتیم، اون سوال و شبهه‌ای که اینجا وجود داره اینه که خب خدا قادر، توانا، مهربان، خودش هم گفته ادعونی استجب لکم، بخونید منم جواب میدم. ما هم یک عالم دعا خدا رو خوندیم جواب نداد به ما. اگر 10 تا ازش چیز خواستیم، حالا یکی یا 2 تاشو به ما داد، 8 تاشو به ما نداد. تا داستان چیه؟ یه اشکال عقلی هست که خدا اگه مهربان و قادر، خب چه جواب من نمیده. یه اشکال نقلی هست که خودش گفته دعا کنید اجابت میکنیم، ما هم دعا کردیم اجابت نمیکنه خدا. چرا؟ این سوال برای خیلی شما شاید مطرح شده. اولا قبل از هر چیز بگیم که خداوند تبارک و تعالی اگر اجابت نمی کند، حالا کلمه این رو بیاریم، به خاطر از طرف خودش نیست، از طرف خود ماست. حالا میگیم چرا. اما خدا نگفت ادعونی بخونید حاجتتون رو میدم، گفت بخونید جواب بهتون میدم. نکته اینجاست، گفت بخونید جواب میدم. مثل این که میگه هر کسی بیاد در خونه من جوابشو میدم. جوابشو میدم معنیش این نیست که هر چیزی از من خواست به او میدم، که بی جواب نمیگذارمش. امیرالمومنین میفرماد هر کی دعا میکنه خدا جوابشو میده، اما 3 گونه خدا جواب میده. 1، اگر مصلحتش باشه اون حاجتی رو که خواسته خوبش میده، این جواب اول. 2، مصلحت نباشه، خدا به جای این که حاجتشو برآورده کنه بلایی رو ازش دفع میکنه، پس دعا نتیجه داد. دعای نیمه شبی دفع 100 بلا بکند. اونی که خواستی بهت نمیدم، اما جوابتو میدم. جوابت اینه که بلاهایی رو همین که باید در خونه من، بلاهایی که ممکنه در آینده سراغت بیاد نمیذارم سراغت بیاد. 3، جواب سوم چیه؟ اینی که خداوند حاجتت صلاح نیست الان بهت بده، ولی بهتر از اون رو به تو خواهد داد.
یا در این دنیا در آخرت بهترش بهت میده. در روایت داریم که کسانی که دعاشون اینجا مستجاب نشده بود، خدا تو قیامت به جاش نعمتهایی میده که آرزو میکنن که کاش خدا هیچ یک از دعاهامون اجابت نکرده بود. اون خوب خوبا وقتی دعا میکنن میگه همین که به من توفیق دادی، اجازه دادی باید حرف بزنم، همین اجابت منه، چیز دیگه هم نمیخوام، این بالاترین دستاورده برای من. اما خب اونایی که نه، هدفشون چیز دیگه است، خدا میگه من جواب بهتون میدم، دعای شما به هیچ وجه بدون پاسخ از نهای خداوند نیست. خدا پاسخ میده، اما به یکی از این سه شکل پاسخ میده. پس با خدا قهر نکنیم، از خدا ناراحت نشیم، خدا از خودمون به خودمون مهربان تره. خب حالا من علت اینی که دعاهای ما مستجاب نمیشه، یعنی مستجاب از اونی که اونی که میخواییم رو به همون نمیدن چیه؟ یک، دعا نمی کنیم. ما خیلی اوقات هست میگیم به خدا، اما تو دلمون جای دیگه است. اینجا خدا رو نخونیم، ادعونی، گفت منو بخونید استجب لکم. من دارم میگم به زبان خدا، اما تو دلم هست که اگه اون بیاد، اگه فلان اینجوری کنه، اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه، اینجا انقطاع دارم. اساسش اینه که وقتی مثل کسانی که میگه سوار کشتی شدن طوفان میشه، اونجا میگن خدا. چرا؟ چون میبینن هیچ چیزی کمکشون نمیکنه. اونجا واقعا ادعونیه، ولی جا جوابم میبینن چون انقطاع دارن. اصل اول در دعا اینه که ما واقعا از خدا بخوایم، یعنی تو دلمون چی بگیم؟ بگیم که از هیچ کسی کاری ساخته نیست، او اگه بخواد میشه، اگه نخواد هیچ کسی کمکم نمی کنه. باید تکیهگاهمون به همه رو قطع بکنیم، اون موقع دعا اتفاق میفته، اون موقع ما دعا کردیم اون موقع. پس اول اینه که ما دعا نمی کنیم، یعنی اعتماد به خدا الان نداریم. دومین جهت از امام صادق پرسیدن چرا دعای ما اجابت نمیشه، گفت شما کسی رو بیخونید که نمیشناسید، معرفت نداریم به خدا. دلیل بیمعرفتیمون اینه. یه مثال ساده میزنم، خیلی از خدا یه چیزی میخوان، میگم خدا یا مثلا من که چیز زیادی از تو نخواستم، یا آپارتمان مثلا 100 متری خواستم، این که چیزی نیست. این همین کلمه شما مانع اجابت دعاست، چون برای خدا خونه 500 متری و 100 متری فرقی نداره، اگه بناست بده خب خوبشه بده. کم خواستن از خدا خودش مانع اجابت دعاست. یعنی شما وقتی میخواید از خدا بخواید، چرا اینجوری به خدا نگاه میکنید؟ چرا خدا رو میخواید تست بکنید؟ چرا خدا رو ناتوان دارید میبینید؟ خوب بخواین، محکم بخواین، با یقین بخواین. اگر اینجوری باشه دعای ما اجابت میشه. لذا ما چون خدا رو نمیشناسیم، امام سجاد در همین صحیفه به خدا عرضه میکنم، میگم خدایا من میدونم این همه چیز که از تو خواستم در برابر توان تو خیلی کمه، یسیرون فی وجدک، برای من خیلی زیاده، برای تو که زیاد نیستش که. بناست که خدا عنایت کنه، خب خوبش عنایت کنه. این هست که انسان، افرادی که اینجوری با خدا حرف میزنن، یعنی خداشناسیشون خوب نیست. چون خداشناس نیستن، یعنی اون مدعو رو خوب نمیشناسن، دعاشون اجابت نمیشه، یعنی اونی که میخوان بهشون نمیدن. مراد از اجابت منظورم اینه. سوم، نه ما خوبم دعا کردیم، خداشناس هم هستیم، اما از خیلی مسائل پشت پرده خبر نداریم. که سعدی گفت پدر عسل فراوان دارد، اما طبع بچه گرم است.
خدا میدونه این عسل بهش زیاد بدم بخوره مریض میشه. او نمیفهمه اینو که خدا میدونه، پدر میدونه. لذا امام علیه السلام میفرماد که خدا کریمه، خدا رحیمه، اما حکیمم هست. ان کرم الله لا ينقض حکمته، کرم خدا ناقض حکمت خدا نیست. لذا حضرت امین میفرماد چه بسا چیزی که تو از خدا خواستی سبب هلاکت و نابودی دینت باشه، شاید مسیر زندگی تو به یک جای دیگری ببره، خدا این رو میدونه. لذا اگر اون حاجت تو برآورده نمی کند، چون خیر شما نیست، من خیال میکنم خیر من هست. ما از بزرگانی، خود من شنیدم بزرگانی که از علما بودن، میگفتم ما مثلا در جوانیمون قصه یه سری چیزها رو میخوردیم، یه چیزها رو آرزو میکردیم، حالا که 70 سال 80 سالمون شده میدونیم چقدر خوب شد که خدا جواب ما رو نداد، خیر ما تو این بود. یکی از بزرگان میگفت، هم تراز مراجع موجود بود، اساتید خود بنده، میگفت من میگفتم خدایا من که درسم خیلی خوب میخونم، بیانم هم خوبه، چرا وقتی درس میدم، چون حوزه علمی قبلا درس ها آزاد چیز بود دیگه، اینجوری نبود، طلب انتخاب میکرد، میرم پای درس فلانی میشست یکی دو روز، میگه خب درس خوب نمیده، میرم پای درس اون یکی تا استادشو پیدا میکرد. لذا درس های حوزه علمی مثلا یک استاد از 1000 نفر پای درسشن، یکی 5 نفر پای درسش میشه میاد. این ایشون میگه من درسم که خوب بود، بیانم هم که خوب بود، هر درسی رو که شروع میکردم 10 نفر میامد، بعد مدت 1 نفر میشد دیگه، بعدم درس تعطیل میشد، قصه میخوردم خدای چرا اینجوری آخه. این دوستای من که من از اونا سوادم بیشتره بهتر است، اینا مجلس درسشون شلوغ، مال من اینجوریه، خیلی ناراحت بودم. بعد این سبب شد به جای مدرس بودن محقق بشم، تحقیق بکنم. آخر عمرم فهمیدم چه خدا به من لطف کرده، من اگه میخواستم یه درس بدم خب یه باید تکرار میکردم این درس ها رو هر سال، دیگه به اون تحقیقات عالی نمیرسیدم. تو 70 سالگی اینو فهمیدم که چه خوب شد خدا این ناراحتی من، این خواست من اینو اجابت نکرد. اینو بدونیم، ما اگه بدونیم خدا از خود ما به خود ما مهربان تره، خدا خودش میدونه خیر ما چیه. گاهی اوقات هی جلوی من و شما سنگ میندازه برای اینکه میخواد بگه مسیرت این نیست، یه ذره فکر کن مسیرت رو باید عوض بکنی. خدا غیر مستقیم با ما حرف میزنه. بدونیم خیرمون رو او میدونه، این معرفت به خداست. لذا خیلی از این موارد که اجابت نمیشه به خاطر این کس که خدا میداند اگر اجابت کند خیر شما نی شر شماست و خدا به شما شر نمیخواد برسونه. رب امرن به تعبیر حضرت امیر دارن قشنگه، میگه خیلی چیزا هست آدم حریصه که به دست بیاره، تلاش میکنه، به آب و آتش میزنه خودش تا بهش برسه، ولی وقتی بهش رسید فلما ادرکه و ود علم یکن یدرکه، وقتی بهش رسید آرزو میکنه ای کاش اینو نداشتم. شاید برای شما پیش آمده باشه، میگه ای کاش اینو نداشتم، ای کاش این در اختیارم نبود، ای کاش اینو به من نداده بودن. این یعنی چی؟ یعنی من نسبت به اون چیزی که انقدر دوست دارم، علاقه دارم، آرزوشو دارم، آگاهی کامل ندارم. این خداست که اون علمو داره و میدونه، صلاحت نیست. اما جهت دیگر که من یه مواردی رو دیگه فاکتور میگم، نکته اصلی رو میگم، اینه خداوند نظام دینش نظام تربیته. اگه جواب میده میخواد تربیتمون کنه، اگه جواب نمیده میخواد تربیتمون کنه. گاهی اوقات خدا صلاحمون هست بهمون حاجت رو بده، اما نمیده، میخواد تربیت کنه من و شما رو. با اون چیه؟ اون اینه
بگردیم ببینیم چرا خدا جوابمونو نداد. چی علتش؟ یک جا این است که خدا، در روایات داریم چهار نفر خدا اجابت نمی کنه دعاشون، بالا برن پایین برن خدا گوش نمیده به حرفشون، میخواد آدمشون کنه. و اون چیه؟ من موارد بعضیشو میخونم. کسی که خونش نشسته میگه اللهم ارزقنی، خدا میگه علم آمر و کفت طلب، برو دنبال کار، منم روزی رو بهت میدم. تو خونه نشستم من روزی نمیدم بهت، قاعده داره زندگی، روزی رو من میدم ولی باید تکونی به خودت بدی. کسی که ادعای بلا عمل، کرامی بلا وتر، کسی که تیر میندازه کمان گرفته و تیر نداره و فایده نداره، کسی که دعا میکنه و عمل نمیکنه نتیجه نداره. میفرماید این کسی که دعا بدون عمل میکنه من دعای اجابت نمیکنم. چو اسباب کار رو به دست بگیر، اون اسبابی هم که مربوط به منه من انجامش میدم. لذا کسی که تو خونه نشسته میگه اللهم ارزقنی اللهم ارزقنی اللهم ارزقنی، هیچ کاری نمیکنه، این رو خدا بهش روزی نمیده. تکون بده به خودت، من اسبابش رو فراهم میکنم. دو، رجلون کاند لو امرأتون فاجره، یه زنی همسری داره که همسرش همسر فاسدیه، فاسقیه، هی دعا میکنه خدا مرگ او رو برسون، خدا میگه من مرگش رو نمیرسونم، نمیخوای برو طلاقش بده، دعا نداره. اینجا ما یه استادی داشتیم، یه مدتی بود میرفتم یه شهرستانی دانشگاه تدریس میکردم، از من میخواستن، خب خسته میشدم، به استادم گفتم ما دعا کنید که ما دیگه نریم اینجا. خندید که خب دعا نداره، نرو دیگه، دعا میخواد چیکار کنه؟ خب خدا اینو گفته، تنبلی داری میکنی، دست من و شماست. رجلون کان له مالون، خدا بهش پول داده، این پولشو مدیریت نکرده، این پولشو از بین برده، بعد میگه خدای به من روزی بده. خدا میگه مگه من به تو پول دادم، عقلم دادم، درست استفاده میکردی الان گرفتار نمیشدی، حالا که شدی هی دعا بکن، فایده نخواهد داشت. اینجا دعا به درد نمیخوره، اینجا فقط استغفار کنه طرف. مورد دیگه، پول داشتی دادی به یه نفر، این پول تو، چیزی ازش نگرفتی، ضمانتی، اونم پول تو رو خورد، حالا بشین تا فردا صبح تا 10 ماه دعا کن، خدایا نفرین کن، هیچ فایده نداره. خدا میگه من بهت گفتم پول به کسی دادی ضمانت ازش بگیر، حالا نگرفتی، پول تو خورد که خورد. دعا اینجا کارساز نیست. پس گاهی اوقات دعا اجابت نمیشه به خاطر اینکه ما خودمون عقلمون رو به کار بندازیم، عملمون رو انجام بدیم، خدا میخواد تربیت کنه ما رو. پس یه جهت اینجاست. جهت دیگر که خیلی 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 مهم است، مظالم عباده. خدا میگه این دعا حاجتی که خواستی صلاحت هم هست بهت بدم، اما تو یک ظلمی کردی، تا از زیر بار اون ظلم خارج نشی من دعای تو رو اجابت نمی کنم. در این روایت داره که کسی که می خواهد دعایش مستجاب بشود، خدا حاجتش رو بده، فلیطیب کسبه، اول کسب و درآمدش رو پاک بکنه، حلال بکنه. دو، ولیخرج من مظالم الناس، اگه به کسی ظلم کرده از این ظلم خارج کنه خودشو. ما من عبد، خدا می فرماد که اگر مظلمه ای نسبت به کسی داشته باشید من دعای شما رو اجابت نمی کنم. پس خدا اجابت نمی کنه. یه ذره فکر کنیم که مشکل ما چیه که خدا جواب نداد به من، یا حاجت ما برآورده نکرد، مشکلم کجاست، بگرده پیدا کنه. تا بی جوابی خدا سبب هوشیاری من باید بشه، اونجا تا پیدا کردید فوری اجابت میشه. بسیار شده، من شاید اینجا یه بار اینو عرض کردم به شما عزیزان،
به افراد متعددی شده. به من گفته آقا من مشکلی دارم دعا میکنم نمیشه. گفتم آقا یا دل کسی رو شکوندی یا به کسی ظلم کردی. گفته آره همینجوره. گفتم تا نری او رو راضی بکنی، تا نری حقی از او خوردی برنگردونی، هزاران ذکر و هزاران دعا و نمیدونم شب تا صبح بیداری بکشی، این دعای حاجت شما برآورده نخواهد شد. باید برید اون ظلمی رو که نسبت به کسی انجام دادید اون ظلم رو درستش بکنید. این یک اصل اساسی در حاجات ماست. یکو فکر کنی که من مدتی به پدرم نرسیدم، به مادرم نرسیدم، به ارحامم نرسیدم، یه رسیدگی به اونا بکنید، آنن حاجت شما برآورده خواهد شد، آنن مشکل شما مرتفع خواهد شد. این یک اصل تربیتی است که خدا اجابت نمی کند، نه اینی که صلاح شما نیست. چرا؟ تا من و شما بیدار بشیم از یک گرفتاری که خودمون برای خودمون درست کردیم، خودمون نجات بدیم، گرفتاری اخروی. حق و ناس، حالا شاید فرد و شب جای حق و ناس صحبتی بکنم، حق و ناس خیلی مهمه، نمیذاره دعامون بالا بره. حقوق پدر و مادر خیلی مهمه، نمیذاره دعا بالا بره. کسانی که پدر و مادرشون هستند بدونن بهشت بغلشونه، بهشت کنارشونه. امام سجاد تو همین صحیفه میگن خدایا من رو اطاعتم نسبت به پدر و مادرم این طوری باشه که آدم تشنهی که آب خنک بهش میدن چقدر مشتاق به آب خنک هست، منم مشتاق به اطاعت و نیکوکاری به پدر و مادرم باشم. اینقدر اثر داره. دو چیز آقا کاری به کفر و ایمان نداره، این محصول 30-40 سال مطالعات قرآن و حدیث و حوزه و اینا دارم بهتون میگم. دو چیز کاری به کفر و ایمان نداره، کافر یا موفق نمی کنه. این دو چیز رو اگر انسان کافر داشته باشه خدا دنیاش آباد میکنه، آخرت چیکار؟ دنیاش آباد. و اگر مؤمن این دو چیز رو نداشته باشه دنیاش خرابه. یکی عدله، ظلم نکنیم. ظلم بکنیم دنیامون خراب میشه. حالا کافرن، بعضی کشورها کفرن، ظلم نمیکنن، خدا براشون نعمت میده. کشور اسلامی مردم مسلمون از ظلم توشون زیاده، گرفتاریشو زیاده. یکی هم نیکی به پدر و مادره، اینم کفر و ایمان نمیشناسه. کسی به پدر و مادرش بدی کنه، مؤمن باشه گرفتار میشه، خوبی کنه کافر باشه، خدا براش خیر بخواد تو این دنیا. این دو چیز بسیار مهمه. لذا حقوق والدین، حقوق پدر و مادر و حقوق مردم، اینا چیزایی است که مانع اجابت های دعاست. حتی حق همسر، همسرش انسان، شما بدی کردی به همسرت داری دعا میکنی، فایده نداره. باید او رو راضی کنی، از او عذرخواهی بکنی، چه مت وقت برو دعا بکن، دعا شما اجابت میشه. یه قاعده است، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. من خودم تجربه داشتم، حالا من به شخصیه دارم به شما عرض. بالاخره آدم ها تو زندگی شخصیشون گاهی اوقات بین زن و شوهر بگو مگو پیش میاد، حرف میشه. من اینو تجربه کردم، هر موقع با خانم خودم اوقات به گفتگوی بگو مگوی داشتم مشرف می شدم، حرم تعویلم نمی گرفتم. باید بدید اوز خواهیتو بکنی بیای تا تعویلت بگیری. خدا هم همینجوره. اگر به بند خدا غیوره، به بنده از بندهای خدا بدی کردیم، خدا تحویلمون نمی گیره. آقا رک بگم، تحویل نمی گیره ما را تا نریم اون بنده از بندگانش رو که دلش رو شکوندیم، آزارش دادیم، طبق قانون شرعا، یه موقع دل شکستن چی غیر شرعی رو شما روش کار نکنی، شرعا نباید این کار انجام میدادیم، نباید آزارش دادیم. اگر چنین شد باید حلالیت بطلبیم. آنن، این که میگم آنن یعنی اون موقع دعا کردید اجابتشو بغل دست خودتون خواهید دید.
امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بندگی و اطاعت و مناجات خالصانه با خودش و عنایت بفرماید و خداوند متعال ما را از این دنیا میبره هیچ دین و حقی به احدی از بنده هاش نداشته باشه. خدا ما را حضرت سجاد چقدر این دعاها زیباست، میگه خدای من نگهدار نه ظلم کنم نه ظلم بشوم، نه به کسی ستم کنم نه کسی من ستم بکنه. خب شب 12 هست، شبی است که اسرا وارد کوفه شدن و شب شهادت امام سجاده. من این نکته مقدماتی بدم، عزیزمونم تشریف آوردن زیاد مصدع نشم، من انشاءالله بهره مند خواهید شد. اولا شهر کوفه، دقت بفرمایید، یک مختصر بگم، اهل بیت رو دو جا بردن دیگه، یکی کوفه یکی شام. کوفه مردمش خطبه های علی رو شنیده بودن، صدای خطبه های علی، مناجات های علی تو کوفه پیچیده بوده، مردم علی رو میشناختن، مردم حسین رو میشناختن، مردم اهل بیت رو میشناختن. اما شام که اینجور نبوده، شام دشمن اهل بیت بودن، تو منبرات دشنام میدادن امیرالمؤمنین رو. از شام توقعی نیست ولی از کوفه توقع هست. این شهر کوفه رو، این شهر کوفه 40 روز پیش شاهد بدار زدن و کشتن و شهادت و سربریدن 2 نفر از محبین اهل بیت، مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه بوده. این کوفه داغ سنگین پیمان شکنی و بیوفایی رو بر پیشانی خودش داره. نامه نوشتن به حضرت، بعد آمدن به جنگ سید الشهدا. شهر کوفه موقع ورود اسرا در یک وضعیت بسیار امنیتی بوده، بعد ترس این که اتفاقی نیفته، ماموران بسیار زیادی، هزاران نفر تمام شهر رو در کنترل داشتن و با این وضعیت اسرا رو وارد کوفه میکنن. مردم عده شادی میکردن، عده اشک میریختن. اینو بدونید اولین اسارت مسلمان توسط بنی امیه نسبت به اهل بیت، یعنی تا قبلش هیچ مسلمانی رو تو هیچ جنگی اسیر نکرده بودن. این اولین اسارته که مسلمانی که خاندان پیغمبرن به اسارت بردن. برخی هم مردم دلشون به حال اینا میسوخ، یک مقدار نان و خرما می آوردن. حضرت ام کلثوم از زینب اینها رو میگرفت به دور مینداخت، میگفت صدقه بر ما آل محمد حرامه. تازه مردم فهمیدن که اینا کی هستن که آوردنشون اینجا. من این رو عرض بکنم سریع، در شرایطی که مردم یه شلوغ، وضعیت نظامی پر از لشکریان، پر از جمعیت، عده‌ای شادی، عده‌ای هم اشک، 4 خطبه در اینجا خونده شده، یکی حضرت زینب، یکی امام سجاد، یکی دختر امام حسین فاطمه بنت الحسین، یکی هم حضرت ام کلثوم خواهر از زینب، این 4 تا خطبه خوندن. اما خطبه حضرت زینب اینجوری، اینو دقت کنید، حضرت بلند، من عبارت مقطع رو بخونم که در روایت آمد، خیلی این عبارت جالبه. تو این شلوغی سر و صدا، مگه صدا به گوش کسی میرسه؟ لما اومعت زینب بنت علی الی الناس، فقط زینب اشاره کرد اون موقع، فسکنت الانفاس والاجراس، نفسها آنن تو سینه حبس شد، صدای زنگ زنگوله اسبها شترها از حرکت افتاد. اینجا داره که راوی میگه این جز هیبت الهی
و بهاء محمدی نبود که در عقیله هاشم پیدا شد. این همون قدرت ولایی حضرت زینب که اومد تا اشاره کرد ساکت بشید، جمعیت ساکت شد، صدای از جا بیرون نرفت. و اینجا داره که با آرامش نفس و با شجاعت حیدریه زینب خطبش رو خوند و رسوا کرد اونا رو. یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و القدر اتبکون، ای اهل کوفه، ای اهل مردم هیلگر و تبهکار و خیانتکار، گریه می کنید؟ حسین رو دعوت کردید و بعد علیه او شمشیر کشیدید؟ که حضرت مانند یک آتش فشانی با صلابت صحبت میکنه، که امام سجاد خطاب میکنند که انت عالمتون غیر المعلمه، تو دانشمند و عالمی هستی که کسی به تو یاد نداده، این موهبت الهی است، این دانشی که تو داری. اما من نمیتونم این رو بگم. وقتی منبری اومد پیش میرزای شیرازی، گفت زینب رو آوردن تو مجلس ابن زیاد، گفت دیگه نگو، دیگه ادامه نده، ما نمیفهمیم یعنی چی حرفا. اینی که بعضیا به سر و سینه میزنن، سرشو به در و دیوار میزنن، یه چیزی فهمیدن. من اینو براتون بگم، یکی از این افراد اهل معنا مرحوم آقای مجتهدی بود، حالا شاید شما بشناسید ایشونو، ایشون گفته بود که من نمیتونم بفهمم چطور ریسمان گردن امیرالمؤمنین انداختن بردنش مسجد برای بیعت. نمیشه امیرالمؤمنین، اون که قالع باب خیبره، در خیبر رو کند، هیچکی نتونست، عمرو بن عبدود رو به زمین زد، ریسمان گردنش انداختن، در عالم مکاشفه نشونش دادن. ببین وقتی دید این رو، گفت اجازه بدید فقط با خنجر خودم رو نابود کنم. تصور ورود زینب کبری در مجلس خبیثترین انسانها، دختر امیرالمؤمنین، اگر کسی درک کنه نمیتونه آروم بشینه، نمیتونه. اما یه اتفاقی افتاد، این رو بگم، روزه من همین باشه. مسلم گچکار میگه سر سید الشهدا رو نی آوردن جلوی چشمان مبارک حضرت زینب، تا چشمش به سر برادر افتاد، سرش رو به معجر زد و خون از مقنعه او جاری شد. چه کشید حضرت زینب؟ حالا ادامه داره. تا شام چه شد نمیدونیم، نمیفهمیم، نمیتونیم هم بفهمیم، نمیتونیم هم تصور بکنیم، فقط میگیم صلی الله علیک یا بنت امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا بنت فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا ابا عبد الله و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما خاط به الملك
اللهم لعن الجبت والطاغوت وعدد ما أخاط به الملك اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا أي بقرار يا دعای فرج بخوان با چشم عشق بار دعای فرج بخوان عجل على ظهور که یا ابن الحسن بگو پنهان و آشکار دعای فرج بخوان آقا جان تا پای جان مکش دمی از انتظار دست امام زمانم قربونت برم تو دعا کن من پای تو بمونم تا پای جان مکش دمی از انتظار دست حتی در احتضار هم دعای فرج بخوان ای داغ سید و شهدا مدام بر دلم با قلب داغدار دعای فرج بخوان یا صاحب الزمان القدس الامان القدس الامان القدس الامان همه با هم یا صاحب الزمان القدس الامان القدس الامان القدس بقیت الله یعنی نور دو دیده پیغمبر امید و آرزوی حیدر
چراغ سر قبر مادر مهدی بقیت الله یعنی تو قصه ها پناه شیعه امید و تکیه گاه شیعه دلیل سوز و آه شیعه یا ابن الحسن مولا عجل على ظهور مهدی عجل على ظهور مهدی عجل على ظهور مهدی یا ابن الحسن مولا عجل على ظهور مهدی عجل على ظهور مهدی عجل على ظهور روز 11 محرم الحرامم گذشت شب 12 انقدر امروز روزه و داغ و مصیبت داره آدم نمیدونه کدومشو بگه عمر سعد ملعون عشق بریزان امشب گریه کن کسی بی تفاوت نباشه کسی تماشاچی نباشه تماشاچی ها همه تو کوفه بودن وقتی این کاروان وارد شد همه نگاه میکردن همه با دستشون میدادن این زینبه این زینبه بمیرم برات محمد عمر سعد ملعون به تمام کشتای سپاه خودش امروز نماز خوند اما ابدان شهدا رو زمین کربلا رها کرد این زن و بچه دارن نگاه میکنه چطور سوار این ناقه شده چه گذشت به دل زینب کبرا بمیرم 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 وقتی دوم محرم وارد کربلا شدن عمه سادات میخواد از بالا مرکب پایین بیاد همه تون شنیدین همه محرما دور زینب رو گرفتن عباس زانو رکاب کرد با احترام اولیا مخدر زینب کبرا آخه ناموس امیر المؤمنین پا رو زمین کربلا گذار آی گریه کنان آل دور امروز همه این زن و بچه رو یه تن زینب سوار محملا که حالا خودش مونده و ناقه چه کنه دور تا دور زینب و نامحرم گرفته بمیرم برا یه نگاه کرد سمت القم عباس بلند شد اما یه جا دیگه هم میخوام برم شب جادت زین العابدین اون آقایی که 35 سال برا باباش سید و شهدا گریه کرد گریه کرد از بکاین عالم زین العابدین علیه السلام یه روز غلام حضرت اومد دلش سوخت برای امام زین العابدین گفت آقا بس نیست 30 ساله 35 ساله هر وقت برات غذا آوردیم گریه کردیم هر وقت برات آب آوردیم نگاه کردیم گریه کردیم چی گفته باشه زین العابدین خوبه آقا فرمود یوسف پیغمبر الله اکبر هیچ اتفاقی براش نیفتاد فقط از باباش یعقوب دور بود انقدر یعقوب در فراق یوسف گریه کرد چشماشو از دست داد من چی بگم جلو چشم 18 نفر از بنی هاشم و قده قده کرده
آخ 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 یه جا دیگه دلم داره میره مصیبت سختیه، نگم هم دق میکنم این شبا شبای روزه است دیگه. تو کوچه های مدینه داره راه میره زین العابدین علیه السلام، یه وقتی دیگه گوسفندی رو دارن سر میبرن. همون جا شد مجلس روزه، بگم یا نه گریه میکنی ناله میزنی؟ یه سوال کرد به من بگو ببینم به این ذبیح آب دادی یا نه. آقا جان این چه سوالیست میفرمایید؟ رسم دین ماست قبل از این که سر ذبیحو جدا کنن بهش آب میده. یه وقت آه از نهاد زین العابدین بلند شد، بگم یا نه؟ به خدا بابای غریب منو با لب تشنه، چند تا شرط داره ذبیح رفقا گریه کنا. اولین مستحبات اینه که به ذبیح باید آب بده، دومیش اینه باید اون چاقو یا اون تیغی که باش ذبیح و سر میبرن تیز باشه، سومیش اینه باید از جلو سر ببرن یا صاحب از زمان. هیچ کدوم از این مستحبات رایت نشد، اگه نبود یازدهم محرم جرأت نمی کردم نانجیب تو گودال ابی عبدالله رو به پشت برگردون با دوازده ضربه سر بریده شد فریاد یا بنیه ز مادر شنیده شد. هر کجا نشستی صداد برسه کربلا یبی عبدالله. همه با هم حسین آرامه بلدی ها جانم جان، همه خونندشن بر اربا حسین روح آرام. یه بار دیگه همه با حسین آرام جانم حسین آرام حسین رو روانم محرم زینب رسید وقت سواری بر شتر من نه محمل و نه اماری یا تو به پاخیز یا که قاسم و اکبر یا که بگو رود لشگر به کناری به آبروی زینب کبرا حج ولیک الفرج. اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعته فی الآخرة الی ارواح المؤمنین والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. تشکر فراوان از فاضل دانشمند جناب آقای فقیهی و جناب آقای حاج مصطفی نعیمی. فعلا همه آماده می شویم برای سینه زنی، لطفا صفها را تنظیم نمایید. تشکر.
اللهم صل على شفای جمعی بیمارای اهل عالم، بیمارای مد نظر، بیمارای که به نحو به ما و به مجلسیان ما متعلق هستند، صلوات محمدی. فرج مولای ما، آقای ما، امام زمان و سلامتی آن حضرت بلندتر صلوات. چون شب مصیبت است، برادرها که هم در بخ پیش دیوال شدن، بیاید بس چند دقیقه با هم دور هم باشیم و سینه بزنیم. شب مصیبت است، امشب واقعا شب مصیبت است. صلوات بر محمد و آل بیت محمد. سکینه گفت سبا سوختم ز تشنه لبی، بگو به ساقی کوثر که آب بردارد. رقیه گفت سبا آب ما نمیخواهیم، بگو گردن آب تناب بردارد. غریب مظلوم ابا عبدالله الحسین صلوات. از کوفه تا شام منزل با منزل، زینب فغان داشت در بین محمل. از کوفه تا شام منزل با منزل، زینب فغان داشت در بین محمل. یک سو اسیران با ناله و آه، یک سو اسیران با ناله و آه، یک سو فشار بند سلاسل. از کوفه تا شام منزل با منزل، زینب فغان داشت در بین محمل. از کوفه تا شام منزل زینب فغان داشت محمل. تبلیغ دین جدش محمد، تبلیغ دین جدش محمد، آسان نباشد این امر مشکل. از کوفه تا شام منزل و منزل، زینب فغان داشت. از بار اندو قدش خمیده، از بار اندو قدش خمیده، مردانه از پا یفگنده قاتل. از کوفه تا شام منزل با منزل، ز
زینب فغان داشت در بین محمل از کوفه محمل هرگز نبیند گیتی چو زینب هرگز نبیند گیتی چو زینب هرگز نبیند گیتی چو زینب با این شجاعت با این فضایل از کوفه تا شام منزل دل بند و گلبان با آل طه دل بند و گلبان با آل طه از هر چی باشد در دهر و بگسل از کوفه تا شام منزل و منزل زینب فغان داشت در بین محمل از کوفه بر محمد و آل بیت محمد صلوات. چون سر حسین یاران چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد روشن از روخشان شد معبد و کلیسا شد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد چون سر حسین یاران ترسا شد پیر و مرد راهب دید اودج وزیر آمد پیر و مرد راهب دید اودج وزیر آمد از میان آن اودج بانگ و حسین آشد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد چون سر حسین ناله شنیدان پیر ناله شنیدان پیر که از علم زنه میگفت از چی روز سرت مادر از چی روز سرت مادر زیب دیر ترسا شد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد همه چون سر حسین بگو چون سر حسین یاران ناگهان سر پرخون در جواب مادر گفت ناگهان سر پرخون در جواب مادر گفت بین ز امت جدم با
بر سرم چی غوغا شد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد چون گه به دیر ترسایان گه به دیر ترسایان گه به مطبخ خولی یا حسین گه به دیر ترسایان گه به مطبخ خولی گاه می شدم بستم بر درخت غرفان شد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد شد در زوال عاشورا در زوال عاشورا مادر در زوال عاشورا بود جای تو خالی اکبرم چیسان کشته پیش چشم لیلا شد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد چون سر حسین یاران هر ستم به من گردید راضیم ولی اما هر ستم به من گردید راضیم ولی مادر زینبم سر اوریان زینبم سر اوریان دستگیر عدا شد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد چون سر حسین یاران زیب دیر ترسا شد و مقام شان با مقام سر بریده امام حسین الهی ما را بیامار بر محمد و اهل بیت محمد صلوات زروی میخواییم این نازنین آمده میگه $200 را برای مسجد مصرف کنید صلوات برشان زروی خاک و خاکستر بیاما در تو بردارم زروی زروی خاک و خاکستر یقین دارم که میایی سرش کفشون بدی دارم یقین دارم که میایی سرش کفشون بدی دارم بیا کنج مریضی اشک و گربینی با خاک و خون
کشیدم انتظارت را سر شب تا کنون مادر کشیدم انتظارت را بیا بردارم از خاک و بروی سینه بگذارم زروی خاک و زروی بیا مادر تو بردارم برایت درد دل گایم چو در مهمان سر و آیه برایت درد دل گایم چو در مهمان سر و آیه حدیث آتش و تفلان سرشک زینب زارم زروی بیا مادر زروی خاک و خاکستر بیا مادر تو بردارم صلوات محمدی انگشتر پیدا شده از هر کسی کس بشیم از در خراب به تو من زار گریه کردم ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم در خراب به تو من زار گریه کردم ای پدر ای پدر نشسته در سایه دیوار گریه کردم ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم ناله هاز بس که نمودم بدشت و سرا ناله هاز بس که نمودم بدشت و سرا آب شد ز غم جگر کوسنگ خارا آب شد ز غم جگر کوسنگ خارا خاک این خراب شود عاقبت مزارم درد دختر تو ندارد دگر مداوا ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم در خراب به تو من زار گریه کردم ای پدر گریه کردم وقت در سفر ز شتر بر زمین فتادم وقت در سفر ز شتر بر زمین فتادم پا به ره نمودم و بر خار پا نهادم پا به ره نمودم و بر خار پا نهادم می دویدم از عقب کاروان بسرا کردم هرچی ناله نیامد کسی بدادم ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم ای پدر بیاد تو بسیار گریه کردم در خرابم بسیار گریه کردم ای پدر کردم از جگر ز فراق تو می برارم از جگر ز فراق تو می برارم بیا که من تا به جدایی دگر ندارم بیا که من تا به جدایی دگر ندارم ای پدر ز کینه چرخ کهن در عالم چون شب سیاز غم گشت روزگارم ای پدر بیاد تو به بسیار گریه کردم پدر کردم نشسته در سایه دیوار گریه کردم ای پدر کردم ای پدر بیاد تو کردم
گربوت سرشک غم از دیده هم روانه، گربوت سرشک غم از دیده هم روانه، مرغ پر شکسته هم افتاده هم زلانه، مرغ پر شکسته هم افتاده هم زلانه، پای من ز مهنت ایام گشت زخمی، جسم من سیاه شده از ضرب تازیانه، ای پدر به یاد تو بسیار گریه کردم، کردم در خرابه ای پدر کردم، میزدن سنگ مرا این گروه غافل، میزدن سنگ مرا این گروه غافل، در سفر ز شهر به شهر و دیار و منزل، در سفر ز شهر به شهر و دیار و منزل، تنهایی که وقت ز اخیار میشنیدم، میزدم ز غصه و غم سر بچو به محمل، ای پدر به یاد تو بسیار گریه کردم، گریه کردم در خراب، بر محمد و آل بیت محمد بلند صلوات. فدای ریش پر خونت رکیه، دخترت بابا مدینه، کی روم بابا من هستم با سرت اینجا، فدای رد بابا فدای زباد مرگت ای بابا، زباد مرگت ای بابا، من خواهم زندگی دیگر، ببر زینجا مرا بابا، به حق مادرت بابا، ببر زینجا مرا امشب، به حق مادرت بابا فدای رکیه، فدای پدر جان دختران امروز، پدر جان دختران امروز، مرا تن زدن از کین، همه گفتن چرا بابا، نمیوین چرا بالین، فدای رکیه دخترت بابا، فدای ندادم من جوابشان، ندادم من جوابشان، بگفتن فرقه بدین، مرا زین خمرها بخشا، به حق از غرد بابا فدای صلوات محمدی. صلوات دوم بلندتر. شاه عباس نام‌آور، ای میر و علم دارم، شاه عباس ای میر و علم دارم،
شاه عباس تو تاجی به این لشکر تو تاجی به این لشکر امید و نگه دارم شاه عباس نام آور ای می شاه عباس از رزم ابوالفضلی از رزم ابوالفضلی تکبیر خدا برپا هر جایی که نام اوست هر جایی که نام اوست تفسیر خدا بر جا شاه عباس نام آور ای میرو شاه عباس نام آور ای میرو علم دارد صلوات الله بر محمد و آل بیت محمد صلوات دوم بلندتر منم یا ای الناس باب الهوای جباس منم یا ای الناس باب الهوای جباس همگی منم جباس منم ایوه الناس باب الهوای جباس کجایی ببینی مادرم ام البنین عباست فتاده ز صدر زین بر زمین آب و بر من ببستد فرق مرا بشکستد منم یا منم باز من گل گلزاره من گل گلزاره علی مرتضایم حافظ پرچم خونین کربلایم راه بر من ببستد قلب مرا بشکستد منم منم جباس برادر حسین جان برادر حسین جان چی آمده بر سرت اشک و خون ریزد از دو دیدگان ترم راه بر من ببستد فرق مرا بشکستد منم منم جباس برادر حسین جان برادر حسین جان بیا سوی
القمر آمده از جنان مادر من فاطمه افگن نظر بر همه ای یوسف فاطمه منم منم جباس باشد این آخرین باشد این آخرین آرزوی جمع ما بوسیم شش گوشه قبر ابا عبدالله افگن نظر بر همه ای یوسف فاطمه منم ای شرر میسوز خار صحرا را ای شرر میسوز خار صحرا را مشکن ای ظالم قلب زهرا را ای شرر میسوز خار صحرا را ای شرر میسوز خار صحرا را ای شرر میسوز خار صحرا را در تکاپو شد زینب محزون در تکاپو شد در تکاپو شد زینب محزون تا کند پیدا کنز من آرا و ای شرر میسوز خار صحرا را ای شرر میسوز حسن جان حسن جان یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير پروردگارا فرج امام زمان ما رو برسون ما رو از یاران با وفای حضرتش قرار بده خدایا گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از غرباء مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این جمع از سائه مشغول مغفرت و رحمت خودت قرار بده پروردگارا بیماران بیماران صعب العلاج بیماران مد نظر و سفارش شده را از سائه مشمول عافیت خودت قرار بده پروردگارا رفع گرفتاری و پریشانی از همه پریشانها و گرفتاران بفرما عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان خدایا این توسلات را ذخیره قبر و قیامت همه قرار بده نسل ما و ذریه ما را تا قیامت از شیعیان و محبین اهل بیت مقرر بفرما بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات